درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در آخرین روز ایام نوروز و تعطیلات بریم بپردازیم به دو سه تا نماد دیگه‌ای که توی این فیلتر ما بازدهی کمتر از 5% نسبت به کف 3 ماهه خودشون داشتن و تقریبا من نمودارشون رو نگاه کردم، در موقعیت‌های مناسب تری نسبت به بقیه نمادها قرار دارن. بسیاری از نمادها رو بررسی کردیم، بسیاری از گروه ها رو بررسی کردیم در این تعطیلات و فکر میکنم تقریبا الان اگه کسی هنوز خریداش رو تکمیل نکرده با این بررسی هایی که انجام شد میتونه بالاخره چند نماد خوبی که هنوز رشد کافی را انجام ندادن و جای رشد بیشتری دارند را در حال در پورتفوی خودش قرار بده. خب اولین نماد نماد شیران هستش که خب یه جورایی شاید از بسیاری از پتروشیمی ها جا مونده، در کل نماد خوبیه و حالا من به سابقه چند ساله شیران هم یه نگاهی براتون میندازم. همونجوری که مشاهده میکنید روند کلیش یک روند صعودی بسیار خوب هستش. برمیگردیم به سالهای 95-96 که این نماد قیمتش فقط 12 تومان بوده، یا حتی عقبتر 94 ببینید از 8 تومان یا 89 ریال بهتر بگیم خودش را تونسته تا 4721 ریال در حال حاضر برسونه. در سال 1402 در هر حال مانند بقیه پتروشیمی ها از اردیبهشت ماه افت قیمتی را تجربه کرد و در حالی که به قیمت تقریبا 680 تومان رسیده بود به 390 تومان 380 تومان هم تنزل پیدا کرد در ماهای تیر ماه و مهر ماه 1402. البته خیلی سریع بازگشت رو از این ناحیه تجربه کرد، بنابراین حمایت قوی میشه گفتش در قیمت 380-90 تومان برای این سهم شکل گرفته در سال 1402. پس این ناحیه حمایت قوی سهم هستش. البته بعد از اون افتی که در اردیبهشت ماه داشت دو سه مرتبه تا همین حدودی که الان اومده یعنی 470-80 تومان هم بالا اومد ولی نتونست از این منطقه رد بشه و همونجوری که مشاهده میکنید باز هم امسال یعنی سال 1403 فعلا به همین منطقه مقاومتی گیر کرد و نتونست که از عدد تقریبا 490 تومان 495 تومانی که الان میبینیم روی خط مقاومت رد بشه. در صورتی که شیران بتونه این مقاومت را رد بکنه، یعنی این مقاومتی که اینجا ایجاد شده که احتمالش هم زیاده به خاطر اینکه حالا درسته چند تا منفی امسال خورده ولی شاید مثلا تا 450-60 تومن هم پایین بیاد و مجدداً بخواد حرکت خودش رو شروع بکنه به سمت بالا و این بار احتمالش هست که در صورتی که به خط مقاومت برسه این خط رو رد بکنه و اگر این اتفاق بیفته دیگه مقاومتی سر راهش نداره تا همون مقاومتی که اردیبهشت ماه پارسال داشت یعنی حدود 685 تومن. پس بنابراین در این ناحیه میشه فعلا یک ریسکی برای پله اول داشت به خاطر اینکه ریسک ریواردمون تقریبا ریسک ریوارد خوبی هستش. البته این آیه که خدمت رو عرض میکنم مثلا از 450 تا 470 را در نظر بگیرید، چون شاید یکی دو تا کندل قرمز دیگه هم از این نماد بتونیم ببینیم. حالا من این را میذارم فرضاً روی 460. اگه روی 460 باشه ببینید با حمایت و مقاومت سال 1402 خودش هم بخوایم ریسک ریوارد بسنجیم ریسک ریواردمون 3 میشه و عدد تقریبا مناسب در میاد. از طرفی خب پتروشیمی ها خیلی هاشون الان حرکت خوبی را زدند، این هم
بالاخره بایستی بتونه با بازار هم گروهی های خودش یه جورایی مچ بشه. غیر از اون روند کلیش رو هم دیدیم که سعودی هست، مخصوصا برای کسایی که بلند مدت دارن فکر میکنن، ورود به نماد شیران الان میتونه در موقعیت مناسبی قرار گرفته باشه. حالا مخصوصا اگر یک دوتا کندل قرمز دیگه هم بخوره، شاید هم از همین به صلاح فردا که بازار بازگشایی شد دیگه این روند نزولی تمام بشه و بیاد این مقاومت رو بشکنه و سمت بالا حرکت بکنه، که خب در یک کانال سعودی در واقع قرار بگیره. مدتی هستش که الان توی یک کانال میشه گفت خونساه، یعنی حالا فعلا نه کانالمون سعودیه نه نزولی، میبینید که تقریبا چند ماهی هستش توی یک همچین کانالی داره حرکتشو میکنه، ولی احتمال شکست سقف کانال وجود داره و احتمال اینکه این بخواد به سمت کف کانال بیاد نسبت به اینکه این بخواد سقف کانال بشکنه به سمت بالا بره کمتره. یعنی اینجا هم باید به صلاح احتمال 2-1 در نظر بگیریم، یعنی دو برابر احتمال این وجود داره که شیران در روزهای آینده سقف کانال خونسای خودش رو بشکنه، در برابر 1 برابری که وجود داره این به کف کانال نزولی خودش برسه، که همون عددیه که الان گذاشتیم اینجا، که خب اگر هم رسید یا اگر بلند مدتی بودید خیلی جای نگرانی نیست، به خاطر اینکه قطعا بازگشت خوبی رو از این نماد خواهیم دید. حالا اگر واقعا دیگه ریسک پذیریتون خیلی کم هستش، صبر کنید ببینید به اینجا میرسه یا نه، و شاید هم هیچگاه نرسه، به خاطر اینکه آخرین باری که به اون منطقه رسیدم البته خیلی باش فاصله داریم، یعنی برج 7402 بوده 6 ماه پیش، تا الان دیگه کمتر از قیمت 425 تومن رو به خودش ندیده، که 425 تومن توی اسفند ماه بوده و بعدش در حال یک روند سعودی قرار گرفته. بعید به نظر میرسه که بخواد به کف کانال خونسا برسه و بیشتر به نظر میاد که بایستی دنبال رسم یک کانال سعودی باشیم، مخصوصا اگر که بتونه سقف بالایی این کانال یعنی عدد 490 رو در روزهای آینده با قدرت خوبی بشکنه و به سمت بالا حرکتش رو شروع بکنه. بنابراین میشه به عنوان یکی از نمادهایی که توی این مدت هنوز رشد چندانی رو تجربه نکرده شیران رو هم در نظر بگیریم، و خب البته ما فقط از نظر نموداری و اندیکاتوری داریم بررسی میکنیم، باید بررسی های بیشتر را از نظر بنیادی هم خودتون در نظر بگیرید. اینجایی هم که الان این مقاومت برش وجود داره و به صلاح شکستش کمی سخت شده برای شیران، علتش اینه که دقیقا همون قیمتیه که سال 99 بهش رسیده بود. ببینید سال 99 هم بالاترین قیمت همین حدوداً 490 خورده‌ای بوده و الان هم 2-3 مرتبه روی همین عدد داره واکنششون میده. قطعا اگر بشکنه این 490 خورده‌ای، میتونیم یه حرکت خوبی رو براش در نظر بگیریم که حداقل میتونه تا اینجا ادامه دار باشه، شاید هم بیشتر بتونه از این عدد بالا بره، در حال من فکر میکنم که مناسب. خب نماد بعدی نماد رکیش هستش، کارت اعتباری ایران کیش. همونجور که مشاهده میکنید یه جورایی از سال 99 به این طرف هنوز نتونسته وارد یک روند سعودی درست حسابی بشه. البته پارسال از برج 2 میشه گفتش که یک روند نزولی جدید براش ایجاد شده، بعد از اینکه بالاخره یه صعود خوبی را در اواخر سال 1401 تا برج 2400 مانند بقیه نمادهای بورسی داشت، و خب الان خیلی هاشون دیگه وارد یک فاز صعودی شدن توی این چند وقته. همونجوری که مشاهده میکنید رکیش هنوز داره به صورت نزولی ادامه میده و الان هم به یه قیمتی رسیده که کمترین قیمتش در سال 1402 میتونیم بنامیم. البته خب یه لحظه میبینید که تا 215-16 تومن تا 220 تومن هم یک کندل داشته، ولی لحظه ای بوده و پایین‌ترین قیمت همینی هستش که برج 7 هم بهش رسید و برج 7 تونست از اینجا برگرده.
به نظر من مناسب هستش برای خرید، چون کمترین قیمت سال 1402 خودش رو داره و نهایتاً اگر بخواد از این پایین تر بیاد، کف کانال با این حمایت 245 تومانی تقریبا مطابقت داره. توی این محدوده بالاخره این کف قرار میگیره، را قرار هم نیست دقیق بیاد بخوره به خود کف و برگرده دیگه، یعنی بخواد به خود کف بخوره برمیگرده به قیمت برج 8401ش که کمترین قیمت از سال 99 به این طرف بوده. خیلی دیگه بعیده بخواد یه همچین اتفاق بیفته، البته در بازار مالی هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره، ولی در هر حال الان من اون حد ضرر رو روی همین دیگه پایین ترین قیمتی که در سال اواخر سال 1401 داشته میذارم، برج 11401 تا حدود 256 تومن رو جلو پایین اومده، و از اون طرف اگه بتونه تا همون اردیبهشت 402 خودش هم بالا بیاد، میشه گفتش یک ریسک ریوارد حدودا 9 را داره، و بنابراین فعلا از این لحاظ میشه گفت تقریبا وضعیتش از ریسک مناسب هستش. در پایین ترین قیمت یک سال اخیر خودش قرار گرفته، از این نظر هم بالاخره پوان برش محسوب میشه، و برای این هم دقیقا مثل همون نماد قبلی یعنی شیران، شرط ما شکست این کانال نزولی هستش. قطعا اگر بتونه این کانال نزولی را سقفش را با قدرت خوبی بشکنه و وارد یک فاز صعودی بشه، بعدا میشه سود خوبی را ازش متصور بود، که اینجا مشاهده میکنید اگر تا همون سطح سال 1402 خودشم بالا بیاد بودن 110% سود داده، و میشه گفت از نظر موقعیت ورود رکیش هم در موقعیت خوبی قرار داره. خب نماد بعدی نماد رتاپ هستش که این هم تقریبا هم خانواده نماد قبلی تجارت الکترونیک پارسیان، میشه گفتش برج 12402 به قیمت 266 یعنی کمترین قیمت خودش رسیده، ولی تقریبا میشه گفت یک حرکت صعودی از اوایل برج 12 درش دیده میشه. نکته مهمش اینه که با حجم خوبی معاملاتش در 11.1 انجام گرفته و کندل سبز خوبی هم زده. برگردیم به جایی که حجم‌ها تقریبا زیاد شدن، یعنی ببینید از برج 9401 که یک کندل سبز تقریبا اندازه همین کندلی که پیروز زده داشت، و بعدش هم میبینید که حجم‌ها زیاد شدن از 21.9 به این طرف، حجم‌ها به چه صورت زیاد شدن و قیمت به چه صورت حرکت کرد و به صورت شارپی بالا رفت. در حال این هم میشه گفتش هم از نظر ریسک ریوارد موقعیت مناسبی را داره، و همین که بالاخره بوی صعودی شدن و شکست سقف بالای کانال نزولی به مشام میرسه، مخصوصا حالا با حج و کندلی که 11.1 داشته، یک کندل دو تا کندل دیگه اینجوری داشته باشه، دقیقا از کانال بالا زده و میتونیم منتظر یک روند صعودی باشیم. علی رغم این بالاخره از نظر ریسک ریوارد هم قیمت فعلا برای خرید مناسبه، به خاطر اینکه دیگه کمترین قیمت 1402 خودش اینجا هست، مشاهده میکنید، و میشه گفتش که اگر که حالت صعودی رو به خودش بگیره و بخواد تا به سمت بالاترین قیمت 1402 خودش بره، یعنی اینجا یک ریسک ریوارد 12.5 به ما میده، و میشه گفتش حالا بین این ستایی که بررسی کردیم یکی از نظر ریسک ریوارد موقعیت بهتری را داره، ولی به نظر من هر ستاشون یعنی رتاپ، رکیش و شیران در موقعیت های خوبی برای خرید فعلا قرار دارند، و در حال میشه یه اندکی روشون مانوف داد، یا اینکه مثلا ستاشون رو اگه سرمایه کافی دارید میتونید اضافه بکنید. البته رتاپ و رکیش بیشتر هم خانواده هستن و میشه یکیشون رو انتخاب کرد، و در کنار شیران و بقیه نمادهایی که هنوز حرکت های بزرگی از خودشون انجام ندادن به پورتفو اضافه کرد.
منتظر نظرات خوب شما عزیزانم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.